سلام، اگه 7 سال از ازدواج و رابطتون میگذره و پرش هایی در انگشت شستتون احساس میکنین یا جاهای مختلف بدنتون به خارش افتاده، افکار پیچیده تو سرتون میچرخه و همزمان نگران رابطتون هستین، سریع به مطب دکتر بروبیکر نویسنده کتاب بشر و ناخودآگاهی بزنین، چرا که شما دچار اخطار طوفان شدین. ابرهای سیاه افق روحتون رو احاطه کرده و اگر ساعتی 50 دلار برای این خارش 7 ساله هزینه نکنین، معلوم نیستش سر و کله یه بلوند جوان برای خاروندن وضعیت پیدا نشه. بریم سراغ فیلم خارش 7 ساله. بیلی وایلدر این بار سراغ یه نمایشنامه کمدی نوشته جورج آکسترورد میره و با هم فیلم نامه ای رو برای اولین همکاری مرلی مونرو با او می نویسن. ریچارد شرمن با بازی تام ایول یه مدیر انتشاراتی میانسال با تخیل بیش از حد فعاله. او همین نقش رو در نمایش اصلی خارش 7 ساله هم بازی کرده بود. ماجرا با یک شوخی تاریخی شروع میشه. سرخپوستای جزیره منهتن زناشون رو برای رهایی از تابستون داغ به ییلاق میفرستن تا خودشون برن دنبال شکار، اما این شکار از اون شکار آهوهای همیشگی نیست. ماجرا خیلی زود به زمان حال و 500 سال بعد از اون میرسه، جایی که این بار مردان سفید پوست در حال فرستادن همسرانشون به سفر ییلاقی هستن و شکار قرار شروع شه. در این میان تخیل ریچارد او رو مدام در موقعیت پرسش و پاسخ از خودش قرار میده، در حالی که به نظر میاد حتی در خیال پردازی هم چندان صادق نیست، تلاش میکنه به ازدواج 7 ساله خودش که ثمره اش یک پسر بچه شیطون هم هست پایبند بمونه. آقای شرمن دور مشروب و خط کشیده و جعبه سیگارش رو از جلوش دور نگه داشته که هوس سراغش نیاد و تلاش داره در همون خیال پردازی هاش به زنش ثابت کنه که علی‌رغم پیشنهادات زیاد از سمت زنان جذاب به او وفادار بوده، تا اینکه ناگهان زنگ خونه زده میشه و خانم بلندی میاد تا صحنه رو عوض کنه. آیا خواهش 7 ساله کار دست شرمن میده یا میتونه مقابل هوس‌های ناگهانی خودش مقاومت کنه؟ بستگی داره شما کدوم قصه رو باور کنین. در این تنها همکاری وایلدر با فاکس قرنویستون او بیش از اونچه تصور میکرد در تنگنای سانسور قرار گرفت. در نمایشنامه اصلی شرمن در نهایت خیانت میکنه و با دختر وارد رابطه میشه، اما در فیلم تنها کارشون به یک دو بوسه میرسه. بخش زیادی از صحنه های وسواس انگیز از فیلمنامه حذف و چندین صحنه برای کاهش تلویحات جنسی کوتاه شدن. His eyes bulging. He was frothing at the mouth. Just like the creature from the Black Lagoon. این اصطلاح خارش 7 ساله که اشاره به میل فرضی برای دور شدن از ازدواج پس از 7 سال داره، در نتیجه موفقیت فیلم وارد فرهنگ لغت عمومی شد. یکی دیگه از مشکلات وایلر در خارش 7 ساله حاشیه‌های دور و بر مرلین مونرو بود. دختر بلوند هالیوود داشت از جودی ماجیو طلاق میگرفت و حواسش چندان به حفظ کردن دیالوگاش نبود. همین فراموشی‌های مونرو باعث شد زمان فیلم برداری از حد معمول طولانی تر شه و هزینه‌ها افزایش پیدا بکنه. البته در اکران تمام اینها جبران شد و در نهایت فیلم کاملا سودآور بود. وایلدر بعدها در دهه 70 در مصاحبه درباره این فیلم گفته چیزی که ما در نهایت نشان دادیم تصویری از هیچ بود. اون هم به خاطر قوانین سخت سانسور آن زمان که ما رو در منگنه میذاشت. شوهری که در نیویورک تنها مانده در حالی که زن و بچهش کل تابستون از اون دور هستن و قرار با دختر وارد رابطه شه، همین، اما جوری کار رو بر ما تنگ کردند که چیزی نمیشه گفت جز این که کاش اصلا آن اتفاق نیفتاده بود. فیلم برای تام ایول خوب تموم شد. او که قبلا جایزه تونی رو برای بازی در نمایش خارش 7 ساله برده بود، اون سال برای همین تکرار نقش در سینما برنده گلدن گلوب شد. البته برخلاف نسخه تئاتر و به رغم خواست وایلدر، از نسخه سینمایی یک مرد پاکدامن صحنه رو ترک کرد. یکی از نکات بامزه فیلم بیناموندن دختر جوونه او چنان صاعقه‌وار وارد ماجرا میشه
و اتفاقات میان او و شرمن اونقدر سریع و در تب و تاب پیش میرن که هیچگاه فرصت به معرفی زن جوونی که قرار تابستون در طبقه بالا مستقر شه نمیرسه. Fact is that the young lady lives in this building and there's been a terrible accident. Hi. Well, hello. تنها یک بار شرمن به شوخی او رو شبیه مرلین مونرو یاد میکنه. Wouldn't you like to know? Maybe it's Marilyn Monroe. Drunk? Blind stinking drunk at 8:30 in the morning. این شوخی استفاده از نام مرلین مونرو برای توصیف زن بلوند رو وایلر یه بار دیگه هم در فیلم آپارتمان استفاده میکنه. But it's sort of late, so why don't we make it some other time? Listen, kid, I can't pass this up. She looks like Marilyn Monroe. اگرچه ما چیزهایی درباره شغل او که در یک تبلیغ تلویزیونی زنده بازی میکنه و پیشینه او که یک مدل عکاسی بوده و عکس بیکینی پوش او لب ساحل براش موفقیت‌هایی هم رقم زده میدونیم. یکی از آیکونیک‌ترین پوسترهای مرلین مونرو حاصل پلانی معروف از همین فیلمه، نمای باد خوردن دامن او بالای هواکش مترو که با هر بار حرکت قطار از زیر زمین جریان هوا رو با شدت به پیاده رو میفرسته. البته که این صحنه هم یکی از همون صحنه های کوتاه شده فیلم محسوب میشه و فیلم های پشت صحنه نشون میده نماهای طولانی تر و عریان تری از اونچه به نمایش در اومد تصویر برداری شده که بعدها حذف شدن. مجسمه 9 متری این صحنه با وجود مخالفت های بسیار فعالان حقوق زنان از ماه می سال 2021 در مقابل موزه هنری پالمسپرینگ نصب شده. این مجسمه از این منجسته یکی از بزرگترین مجسمه های دنیا است و پیش از این نیز به مدت 2 سال بین سالهای 2012 تا 2014 در همین شهر به نمایش درآمده بود. البته نمونه های کوچکتر این مجسمه هم در موزه مادون توسو و موزه های دیگه در دسترس علاقمندان تا با اون عکس یادگاری بگیرن. با وجود نارضایتی های وایلدر قطعاً با فیلم جذابی رو برسین که شما رو در موقعیت‌های کمدی ویژه قرار میده. در پایان یکی از این صحنه‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. دختر و شرمن هر کدوم در اندیشه هستند و تک‌گویی هر یک زاویه متفاوت فکر اونها رو در این صحنه به خوبی نمایش میده. نمی‌دونم از روانکاوی چقدر سرت میشه، ولی برای من نوعی سرگرمیه. دوست دارم در اعماق فکر آدمیزاد کند و کاف کنم. منو بگو که $3.95 برای اون پنکه پول دادم. واقعا که بی خوده. فردا میبرم پیشش و میگم پولمو به هم پس بده. چطور پیش اومد؟ چرا آشنا شدیم؟ چرا؟ و جواب اینها در ضمیر ناخودآگاهه. اگه یورو پنکه رو پس نگرفت $3 دیگه بهش میدم و یه دونه گنده ترش رو میگیرم. این مال فردوس. امشب چی؟ باید چند ساعت بخوابم. تو تصادفی نخوردی به اون گردون گوجه فرنگی خودش دادی؟ بد نیست اگه اون پنکه رو ببرم و بذارم تو جو یخی و در جو یخی رو باز بذارم، در اتاق خوابم باز بذارم و رو بالشی و ملافه ها رو با آب یخیز کن. نه این آجوره. ممنون که در این ویدیو هم همراه من بودین و وقتتون رو به من دادین. امیدوارم که صفحه رو دنبال کنین و ویدیوهای دیگر رو هم ببینین.